به نام خدا وند جان و خرد که از این برترم دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جان خداوند روزی ده و رهنما. به نام جهان داور دادگر، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بران تربت پاک باد. بپوش و بنوش و ببخش و بده، ز بهر دگر روز چیزی بنه. مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. خانم آقایان، دوستان عزیز، درود بر شما. شادمانم که در خدمتون هستم با داستانی دیگر از داستانهای شاهنامه. خب هوا هم که بس ناجوانمردانه سرد است، ولی روزهای زیبایی در پیش داریم. به زودی شب چله، شب یلدا در پیشه، پس از اون هم جشن سده و جشنهای زمستانی از این دست که در گذشته بسیار رایج بوده و بعضیش هنوز هم برگزار میشه در یا به طور ملی مثل یلدا یا سده. بعضی جشنها هم که در بعضی مناطق ایران همچنان به راه هست، در بعضی مناطق که به خصوص از نظر کشاورزی و باغداری خیلی اهمیت داره برگزاری این جشن ها. خب بریم بر سر داستان، سرمصدر داستان در نظر دوستان. داستان به آنجا رسید که رستم برای نجات کیکاووس و ارتش ایران که در راه فتح مازندران اسیر طلسم دیو سپید شده بودند، راهی هفت خان شد. خان اول کشتن شیر توسط رخش، خان دوم بیابان بیاب گرمای سخت، خان سوم جنگ با اژدها، خان چهارم زن جادوگر. عقد جواهر سخن کهن، داستان امروز خان چهارم زن جادوگر. در این منزل رستم به جایی رسید خرم و باصفا، درخت و چشمه و سفره و بره بریان، نان نمکدان، جام زرین پر از شراب. چنان جایی که دلخواه هر مرد جوان است، یکی مرغ بریان و نان از برش، نمکدان و ریچار گردن درش. ریچار یک نوع مرباست یا یک نوع خوراک شیرین. در فرهنگ عامیانه هم کلمات درهم و برهم رو ریچار میگند، یعنی حتما شنیدید فلان کس ریچار میگه، یعنی پرت و پلا حرف میزنه، در هم و بر هم حرف میزنه. خب چنین سفره‌ای خوراک زن جادوگر بود. زن جادو با شنیدن صدای رستم غیب شد. رستم زین و لگام از روی گرده اسب برگرفت و گوشه‌ای گذاشت و مرغ و نانی خورد، کنار چشمه لم داد، شرابی نوشید، کنار جام می چشمش افتاد به ساز تنبور. تنبور یک نوع ساز زهی است، مانند
ستار یا این قبیل سازها. خب رستم به حال غریبی و دربدریش، در اندوه این که مثل جوانهای دیگه زندگی طبیعی نداره و از عیش و می و معشوق بی بهره است، تنبور به دست میگیره و ساز میزنه و میخونه. قبل از اینکه بریم بر سر روایت حماسی مقام تنبور، این رو بگم که در طی پژوهش‌های میدانی و منطقه‌ای که در مناطق مختلف ایران داشتم، این شانس رو داشتم که با برخی نوازندگان محلی و منطقی آشنا بشم و همینطور با مقام ها و روایت های موسیقای مناطق مختلف ایران تا حدودی آشنا بشم. موسیقی مقامی هم نوعی از موسیقی عامیانه و فولکلور هست. ترانه ها، سرود ها یا حتی داستان های موسیقایی یک منطقه یا یک قوم رو مقام میگند. مقام های سرطرز و غریبی، مقام هایی است که توسط نوازنده های محلی کردستان عزیز اجرا میشه و نواخته میشه، گویا در ذکر و یاد مقام تنبور در خان چهارم مازندران و غریبی رستم. بشنویم مقام سرطرز که توسط نوازنده محلی گوران نواخته میشه در مقام تنبور نوازی رستم. ابا می یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. سور یعنی جشن، انگار که جشنی به راه بود. تهمتن مران را به بر برگرفت، بزد رود و آنگه رهن در گرفت. ساز زد و با ناله آواز خوند که آواره بدنشان رستم است، که آواره و بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است. همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی. همه رزم با شیر و با اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها. می و جام و بویا گل و میگسار، نکرده است بخشش ورا کردگار. همیشه به جنگ نهنگ اندر است، وگر با پلنگان به جنگ اندر است.
به گوش زن جادو آمد سرود، همان چامه رستم و زخم رود. بیاراست خود را به سان بهار، وگر چند زیبا نبودش نگار، چهره عوض کرد. بر رستم آمد پر از رنگ و بوی، بپرسید و بنشست نزدیک اوی. رستم دید به به، در این صحرا چه نیافته، سفره رنگین و جام می و نگارین زیبا روی میگسار. شرابی به کف گرفت و گفت سپاس یزدان پاک. تا گفت یزدان پاک، زن جادو با شنیدن نام پروردگار صورتش برگشت. حالا ظاهرا از عهد باستان این روایت های مختلف جن و بسم الله بوده، البته حالا بعد میشه جن و بسم الله. سیاه گشت چون نام یزدان شنید، تهمتن سبک چون بدو بنگرید. بینداخت از باد خم در کمند، سر جادو آورد. ببخشید، بریم. سیاه گشت چون نام یزدان شنید، تهمتن سبک چون بدو بنگرید. بینداخت از باد خم کمند، سر جادو آورد ناگه ببند. بپرسید و گفتش چه چیزی بگوی، بدان گونه که هست بنمای روی. یکی گند پیری شدن در کمند، پر از رنگ و نیرنگ و بند و گزند. میانش به خنجر به دو نیم کرد، دل جادوان زو پر از بیم کرد. بدین ترتیب رستم با نام خداوند جان و خرد از این مرحله به سلامت گذشت. خداوند
و اما گفتار اندر خان پنجم مازندران. همی رفت پویان به جایی رسید که اندر جهان روشنایی ندید. شبی تیره چون روی زنگی سیاه، ستاره نپیدا نه خورشید و ماه. تو خورشید گفتی به بندندر است، ستاره به خم کمندندر است. انان رخش را داد و بنهاد روی، نه افراز دید از سیاهی نه جوی. و از آن پس سوی روشنایی رسید، زمین پرنیان دید یک سر زخید. پرنیان یعنی حریر، یعنی زمین از سبزه ها مانند حریر سبز شده بود. جهانی ز پیری شده نوجوان، همه سبزه و آبهای روان. همه بربرش جامه چون آب بود، تمام لباسش خیس شده بود. نیازش به آسایش و خواب بود. برون کرد ببر بیان از برش، به خوی اندرون غرقه بود مغفرش. بگسترد آن هر دو بر آفتاب، مغفرش رو یعنی اون کلاه مخصوصش رو و لباسش، همون ببر بیان معروف رو در آفتاب گذاشت تا خشک بشه. به خواب و به آسایش آمد شتاب، لگام از سر رخش برداشت. خار رها کرد برخید در کشتزار. خید یعنی سبزه نارسیده، مانند گندم و جوی تازه سبز شده. همون وقت یه دشبون داشت می اومد، چوب دستیش روشونش، دید یه اسب تو جالیزه، داره می خوره، لگد می کنه، تمام زحمتش رو هدر می ده. سوی رستم و رخش بنهاد روی، یکی چوب زد گرم بر پای اوی. در تو پاهای پهلوان پیچید، دشتبون فریاد زد چرا اسب در خید بگذاشتی؟ بر رنج نابرده برداشتی. رستم از خواب پرید، دید کسی بالای سرش ایستاده با چوب میزنه. دست انداخت جفت گوشای دشتبون رو گرفت، با یک قوت از رگ و ریشه کشید بیرون، گذاشت کف دستش. خب البته نمیتونه خیلی عجیب باشه این حرکت رستم. رستم در سرزمین دیوهاست و خوابه. دشبون هم با چوب آمده بالای سرش و با ناجوان مردی تو خواب رستم رو میزنه. ضمن اینکه در جاهایی میبینیم در داستان ها که رستم وقتی با دشمن یا حریف روبرو میشه، اگر او رو خواب میبینه، در خواب
به او حمله نمی کنه، جنگ نمی کنه، معمولا دشمن رو یا دیو رو یا حریف رو از خواب بیدار می کنه، بعد باهاش وارد جنگ و مبارزه میشه. خب بعد از این اتفاق دشتبون فراری اومد پیش اولاد مرزبان. اولاد نشسته به بزم، جام شراب در دست. تا دشتبون رو دید جا خورد. دشتبون گفت قربان، رفتم سری به مزرعه بزنم، مردی دیدم چون دیو سیاه. برفتم که اسبش برانم ز کشت، مرا خود به اسب و به کشته نهشت. مرا دید برجست یاوه نگفت، دو گوشم بکند و همانجا بخفت. این بیت از شاهکارهای فردوسی است در نهایت فصاحت و زیبایی. 5 جمله است و کوتاه کوتاه. مرا دید برجست یاوه نگفت، دو گوشم بکند و همانجا بخفت. اولاد خشمگین دستور داد باد به دم کرنا، یک لشکر آدم قسی القلب جانی با شمشیر خنجر قداره گرز آمدن به سمت رستم، به سمت مزرعه. رستم بیدار شد، دید یک لشکر داره میاد. زین رو گذاشت به گرده رخش، تنگ رو کشید، پای رستم اومد به حلقه رکاب. نشست به خانه زین، زد به میدان. اولاد گفت ایست کیستی؟ رستم گفت نقد کمر زال زر، اساره گرشاسبی، پهلوان ایران رستم. آمدم برای نجات کیکاووس و بزرگان ارتش ایران. زود باش بگو آن سیه چال کجاست؟ تا این حرف رو زد، به یک اشاره اولاد لشکر از جا کنده شد برای رستم. رستم دست برد نهنگ بلا برکشید از نیام. اولی رو انداخت قاب دهن، دومی تخت سینه، سومی فرق سر، چهارمی زیر زنخ، چپ راست زد، خست بست، کشت درو کرد، ریخت بالای زمین از کشته پشت سار. از فال جان سریب من، از شما من جان زورک من، از قسمت جان منه که من، از قسمت جان منه که من، و لیلم نو حمد لیلم نو
همه سلامتی. دایی جان دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. در و دشت شد پر ز گرد سوار، پراگنده گشتند در کوه و غار. همی گشت رستم چو شیر ژیان، کمندش به بازو به جای کمان. به اولاد چون رخش نزدیک شد، به کردار شب روز تاریک شد. بیفکند رستم کمند دراز، به خم اندر آمد سر سرفراز. ز اسب اندر آورد و دستش ببست، به پیش اندر افکندش و برنشست. رستم اولاد رو با کمند کشید به دل خاک، به بند کشید. گفت منم رستم پهلوان ایران، اگر جای سپید دیو مازندران و کولاد غندی و بید و دیگر یاران او را به من نشان بدهی و بگویی آن سیه چال کجاست، به جوان مردان عالم قسم تو را پادشاه مازندران می کنم، وگر نه میانت به خنجر کنم بر دو نیم. اولاد گفت مانعی سر راه توست. رستم گفت آن مانع چیست؟ گفت نماینده دیو سپید مازندران ارژنگ سالار، با هزار هزار دیو کوچک و بزرگ. تو راه سختی در پیش داری، صد فرسنگ راه دشخار، میان دو صد چاه، میان دو کوه هولناک. 12,000 دیو جنگی شب و روز نگهبان چاه دیو سپیدند، چون کولاد غندی بید سنجه. تو یارای برابری با آنها نداری، چنان که از اینها هم بگذری راه بعد سنگلاخ است و دشت. پس از آن رود آبی است با دو فرسنگ پهنا، پس از آن 300 فرسنگ زشت راه، و بعد 600,000 سوار کمر بسته با 1,200 پیل جنگی. از این راه مرو کشته می شوی. بخندید رستم ز گفتار اوی، بدو گفت اگر با من راه جوی، ببینی که از این یک تن پیل تن، چه آید بران نام دار انجمن. به نیروی یزدان پیروزگر، به بخت و به شمشیر تیز و هنر، چو بینند پا و پر و یال من، به جنگ اندرون زخم کوپال من، بدرد پی و پوستشان از نهیب. حال راه را به من نشان بده، آنجا که کیکاووس اسیر است. اولاد رو انداخت جلو، خودش سوار برخش در پی او، تا محل دیو سپید رو به اونها نشون بده، ببینیم خان ششم مازندران چه ماجراهایی در پیش است. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر.